این که باید به فردا فکر کرد درست، ولی بمانه این که چرا وقتی از فردامون خبر نداریم و حرص مال دنیا رو میزنیم، البته بعضیامون، بماند. این که زندگی قشنگه و خدایی که همه قبولش داریم و این همه نعمت داده تا روزگاری که روی زمینیم سخت نگذره، بماند. این که خیلیامون سفرمون پر از برکته، برای همین با اسم شروع میکنیم و با شکرش تموم، بماند. ولی خودمونیم، زندگی برای بعضیا سخته. راه دور نریم، بعضیای دور برمونو میگم، اونایی که تنبلن و چشمشون به دست این و اون و بدون حرکت برکت میخوان، بماند. اونایی رو میگم که زورشونو برای نون حلال میزنن، ولی زورشون خیلی به زور زمونه نمیچربه. منو تو میدونیم همه از خاکیم، خاک سرزمینمونم پر از مهره، پس بماند. اگه بدونیم یه جایی یه کسی یه دردی داره، هممون یا علی رو از بچگی یاد گرفتیم، اونم مدد میکنه. سفرتون پر برکت. فقط یه آمین ازتون میخوام که هیچ سفره ای بی نعمت نمونه، حالا با یا علی تو یا علی من. پس یا علی. سلام خانم شاپوری، صبح بخیر. سلام شما هم بخیر باشه. حال شما خوبه؟ آقای شاپوری چطورن؟ سلام دارم خدمتتون. زنده باشن. میگم که شما که الان مدیر فنی شدید، یه کاری برای بچهای ما بکنید دیگه. ببخشید خانم شاپوری، اول اینکه شما از کجا میدونید من مدیر فنی شدم؟ بعدش هم شما بچه نداری؟ کدوم بچه؟ اول اینش که تمام سراسر خیابون میدونم من که توی یه ساختمون زندگی میکنم. دومی که بچهای خودم نیست، فکر فامیلامن. بفرمایید.
اونا همه فک و فامیلاتون؟ آره دیگه، خواهرزاده من، خواهرزاده آقای شاپوری، بچه دخترموی آقای شاپوری، عمه دارم، شما رو نمی‌شناسید. یه خواهر ناتنی داره، یه شوهر داره اسم آقای محمودی، یه پسر داره اون بیکاره. اصلا ولش کنید بابا. خب باشه، اینا مدارک تحصیلیشون چیه؟ فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، فوق دکترا. این چیه؟ اون توسعه جغرافیایی روستایی. حسابداری، حسابرسی، فوق لیسانس ژنتیک ابزیان تکسلولی. آها، خیلی خوب، باشه خانم شاپوری. من همه تلاشمو میکنم که یه کاری برای اینا بکنم. شما تو هلدینگ کار میکنی؟ مگه میشه مگه نتونید کاری بکنی؟ ببخشی، شما از کجا میدونی من تو هلدینگ کار میکنم؟ یه چیزی تو اینترنت هست، تایپش میکنی، میزنی اینتر، همه چی میاد بالا. آفرین خانم شاپوری، ماشا آپدیت اینا خانم شاپوری. باشه خیلی خوب. حالا طبقه 17 نشد 15 نشد 16، همینجوری پای دیگه بیش پایین تر از نو دیگه نیاد. شما این طبقاتش هم سرچ کردین؟ آره، همه رو سرچ کردم. آفرین خانم شاپوری. آفرین. به هر حال اینا همشون مدارک تحصیلی دارن، الان بیکارن. من همه تلاشام میکنم که برای این جوانان یه کاری انجام بدم. با هیئت مدیره صحبت میکنم ببینم چیکار میتونم. خوب صحبت بکنید. شما در نکنید. با خدا نگهدارتون. خدا پس. همه میدونن. چه حرکتی زدی؟ با دریال رفتی تو دستشه ایشاسی، دروغ هم نگفتیم دیگه؟ کمپاس همیشه خلاقیت میاره. مرسی. آخ اگه امسال رو بگذرونی. بگذرونی. اگه کاروبار این قالیشویه بگیره. اگه کمر راست کنیم و از این کمپاس بیایم بیرون، میشم یه فیروزه دیگه. کمر راست میکنی. ولی دمه نصرت هم گرم، با این ایدهش از این گلری تلری زدیم بیرون. ایده؟ حالا ما همینجوری یه چیزی انداخت وسط. من اگه پیشه نگرفته بودم که الان اینجا نبودی. مرسی. ولی چیزی که الان مهمه اینه که این قالیشویه رو گرفتیم، بچسبیم به کار، 6-7-8-10 برابر پول توش باید بکنیم. یه روان تقبیه رو من نمیبینم. کجاست؟ تو میبینیش؟ سرعتی که نداریم یه پشت چسبنده داره میاد دیگه. برای اولین بار تو زندگیم یکی رو دیدم از تو گیج‌تر. عجیب نیست؟ مرسی. ببین بهروز، این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست. یعنی از همین امروز، اصلا از همین ساعت، اصلا از همین دقیقه و ثانیه، به محض اینکه رسیدیم اونجا، باز فرشا رو بریدیم پایین، آقا میشوریم ما یه نفس مثل فیل میشورن دیگه. من مدیریت کنم. خیلی خب بابا، رو رشه نگیر. میشورند. شما مدیریتتون رو بکنی، گوشی و کارگرها میشورن. تو هم حواست باشه، از امروز مسیج پسیج و تلگرام میلگرام و واتساب ماتساب و وایبر مایبر تعطیل. تعطیل و تمام. شرایط سخت و طاقت فرساس. باز عزممون رو جذب کنیم، به حول و قوه الهی از این آمپاس بزنیم بیرون. حالا من با نصرت قول و قراری هم گذاشتم، اگر بشه چی میشه؟ نصرت؟ بابت چی؟ بابت این هولدینگیه. گفت شاید بتونی یه کار برای من اونجا بگیری، یه مایه خوب بکنم بیارم خونه های بخوریم. پس یعنی من الان یه ساعته دارم فک میزنم و رهنمون میدم، خودم رو گذاشتم سر کار؟ آی کیه تو انو نصرت رو نشناختی؟ اون اگه قبر کم بود دوتا کلنگ سر قبر خودش میزد. زده دیگه. مگه نمیدونی این منصور هولدینگ کیه؟ این همونه که دیگه 50-30 نصرت بهش خون داده. بابا میدونم. دیگه کم مونده داستان این خونفشانی نصرت رو تو کتابای درسی بنویسن. به جای دهقان فداکار یه درس داشته باشن به نام کروکودیل فداکار. اون بدبختم باز توم بده دیگه بابت این خونفشانی نصرت. من میستی چه حالی بوده؟ حتما بیهوش بوده دیگه. بیهوش بوده نفهمیده خونه چه کروکودیلی رو داره میریزن تو رگاش. من اگه جای این منصور بودم، مثل مارانو شده 6 دفعه خونم رو عوض کنم، این کارو میکردم تا همین 4 قطر خون این نصرت کروکودیل از رگام بره بیرون، بشوره ببره بیرون. مرسی. ولی فعلا
یه روز توپ تو زمینش داره میتازونه. تو چه بد ساده می نمیدم این سادگی مفرد رو تو از کی به ارث بردی. یه جا همین جا بزنم بقیر میخوام چیرنی بخرم. چرا بچه ها بیرون واسدن؟ نگفتی لباس پوشیده آماده باشن تا ما بیان؟ زنگ زدم بهشون گفتم. دمشون گرم نگاه، تابلوشون رو دارم میارم پایین، تابلو مشتاق رو ببرم بالا. خب ای بلو. سلام آقا، خسته نباشید. سلام. شما واسین جا این چه لباس عوض نکردید؟ دیگه برای شما افتتاحیه گرفتم، ما هم گفتیم خودتون بیاین بعد بریم تو. آقا ببینید دارم بزن به کوب میکنن، شلوغ پلوغ میکنن. گفتم بدون شما صفایی نداره، شما بیاید با هم بریم. بزن به کوب برای چی؟ خبریه مگه؟ اینا احتمالاً فهمیدن ما امروز داریم میایم اینجا، خواستن ما رو سورپرایزمون کنن. دیروز تعطیل بود دیگه نه؟ آره بابا، دیروز اتفاقا من اومدم اینجا، صمد منو دید، گفت آقا تکلیف چیه؟ بالاخره شما اینجا رو اجاره می‌کنی یا من بدم بره؟ گفتم اه، ما اجاره می‌کنیم. ولی فکر کنم دعوا بینشون بالا گرفت. پس بزن به کوبشون برای چی؟ من نمی‌فهمم. پیروز مگه شما زنگ نزدی بهشون گفتی ما داریم میایم؟ اونا خواستن ما رو شاد کنن، این جشن برای ماست. بابا دمشون گرم. واقعا دمشون گرم. آقا حرکت رو نگاه کن. خیلی خوب، خیلی خوب. شما مواظب وانتا باشین، اون تابلو رو هم بیارین پایین، دارن زحمت میکشن جابجا میکنن. ما میریم تو، رفتم برای قرارداد، میریزیم پایین، میشوریم 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 میشوریم. ماشاءالله. فیروز خان خوش اومدی، قدم سر چش گذاشتی برای سلامتی فیروز خان و امروز یک کف مرتب. دست شما درد نکنه. به موقع اومدی، قدم سر چش ما گذاشتی. جعفر برو با صمد آقا بگو فیروز خان تشریف آوردن. آقا بفرم. نه با بچه ها بخوریم. خودت شیرینی، خودت تری. نوکرتم. بچه ها یک کف مرتب. فیروز خان من احساس میکنم روز اول کاری برای دوستان یک صحبتی داشته باشین. بزن. بذار هر چی فکر میکنم. بله من هر چی فکر میکنم چیزی به ذهنم نمیرسه که در جواب این محبت و بزرگواری و این استقبال با شکوه به یاد موندنی بگم. در واقع زبونم قاصره در جواب این همه شور و شعف. فی الواقع سورپرایز شدم. فقط یه جمله خیلی کوتاه بگم. ضمن تشکر از آقا صمد و پرسنل عزیز و زحمتکش قالیشویی باجناق و باجناق محترمشون که خب البته یه کدورتی الان بینشون پیش اومده که انشالله به زرس قاطع حل و فصل میشه. باید خدمتشون عرض کنم که درسته که بنده اینجا رو به عنوان قالیشویی مشتاق اجاره میکنم، اما هیچ وقت اجازه نمیدم که یاد و خاطره قالیشویی با جناق از اذهان مردم بیرون بره. در واقع ما اومدیم که دست به دست هم بدیم تا هر روزمون رو بهتر از دیروز بکنیم. از این لحظه کارگران عزیز قالیشویی با جناق هم به مانند کارگران خدوم و زحمتکش قالیشویی مشتاق روی تخمه چش بنده جا دارن. از امروز با جناق یعنی مشتاق، مشتاق یعنی با جناق. سلام، میگه چند لحظه تشریف بیارید دفتر کارتون. چشم الان خدمتشون میرسن.
تابلو رو آوردیم پایین؟ نه، ولی بذار به افتخارش. بریم تابلو رو نصب کنیم ببینیم. بریم تابلو رو نصب کنیم. بریم. خانتم. بریم. سلام آقا سمن. سلام، به به به، خیلی خوش آمدی. حالی شما. آقا فیروز گوه. بفرمین بفرمین. فیروز هستم. ارادتمندم، خیلی خوش آمدی. بفرمید. خسته نباشید. خواهش میکنم. با امید خدا ما امروز اومدیم که شروع کنیم و دیگه ببینیم خدا چی میخواد. انشاءالله همین یک کدورت جزئی هم که بین باجنا قین وجود داره ختم به خیر بشه و دیگه حرف از چی بری پی کارش. برای زیادم مهم نیست، باجناق دیگه. قدیم گفتن جیان ماشین نمیشه، باجناق فامیل. باجناق داغون نباشه بهتره. بله بله. حالا انشاءالله در آینده هم اگه یه شریک خوبی داشتیم بالاخره یه آدم با شخصیت و آدم حسابی. بله. یه قسمت دیگه میدونی، مثلا اتفاقا من خیلی به این قضیه فکر کردم، چه قسمت جالبی هم بود. یعنی مثلا من و قالیشویین بمونیم تو آمپاس، شما بینتون یه اختلافی بیفته، من به مغزم خطور کنه بیام اینجا رو اجاره کنم. اینا همش قسمتی که این کارگرای بنده خدام دیگه شبه یه لقمه نون حلال ببرن سر سفره زن و بچه‌شو. من دیگه حرفی ندارم، من در خدمت شما هم که دیگه اجاره نامه رو امضا کنیم. انشالله. بفرمایید دهنتون شیرین کنید، انشالله بعدش مفصل صحبت میکنید. دست شما درد نکنه. انشالله اجاره نامه رو که تنظیم کردیم این شیرینی اتفاقا خیلی اساسی و بهتر میچسبه. آفرین. مرسی. بله خب. مرسی. عرض شود که چجوری بگم؟ اگه نگم دل میسوزه. اگه بخوام بگم پل میمونه اوبره آب. چی بگم؟ یعنی چی یعنی چی؟ یعنی سخته، ضرب المثل دیگه. میگه اگر نگم نمیشه، اگه بخوام بگم اونم میشه واولا حسین. مرسی. من متوجه نمیشم. یعنی الان پل مونده اونور آب؟ راستیاتش آقا فیروز که شما باشی، این با جناق گل ما دیشب زحمت کشید و بزرگواری کرد و اومدن خونه ما. نفرمایید قربان، وظیفه ما بود انجام وظیفه کردیم. نه خیر، وظیفه بنده است. شما باشید. همیشه بزرگواری میکنی در حق من. خدا شما رو از من نگیره باجناق عزیز. خاک پاتم من نوکرتم. خدا ما داریم یه باجناق گل درجه یک. آقا قربون آقا شما فدات بشم. خدا شما رو برای من نگرده. اجازه بده دستتو ببوسم. خواهش میکنم فدای تو بشم. شما اینجا دست شما رو ببوسم. نه خواهش میکنم قربونت برم فدات بشم عزیزم. آقا شما زحمت کش هست دست ببرم. شما نذوردم آقا جان میگم اینو باید دست کن. واه باجناق ها. آقا اولا بیار پایین باجر، اینو باید دست کنیم باشا. دستور داریم اینو نزد کنیم. دستور دارید؟ الان وقتی اینو ثبتش کرده، بلکشش کرده میفهمیده. آقا دستور داده که ما این تابلو رو نزد کنیم. تابع دستوریم ما. اگه رساله ایش نکردم، آقا جا پنج دقیقه بیشتر بهت فرصت نمیدم، بیار پایین. زود باش بهت میگم. اصل اختلاف ما سر اسم ایقالیشویی بود. نمیدونم خبر دارید یا نه، سه دونگ ایقالیشویی مال منه. سه دونگ شمالی با جناق گلمه. تمنا میکنم منطقه خوب. ایشون از اون جایی که آدم با مرامیه اجازه داده بود که من اینجا را اداره بکنم. خب دیگه اینجا هم اسمش با جناق بود، هر کی از در میومد فهم کرد من با جناقم. یا مثلا میگفتن که این صاحب با اینجا قالیشویی اینشونه. حقی بابا داشت ضایع میشد، حقم داشت. اصل اختلاف اینجا شروع شد. البته اختلاف اختلاف نه، ولی خب دیگه ما چند سال بود با هم با جناق بودیم، یکم بینمون شکراب شد. الان وقت یعنی چی؟ چی میشه الان؟ آقا ما نشستیم هی فکر کردیم، فکر کردیم. بله واقعا باید یه فکری کرد. الان شما چه فکری کردیم؟ آخه میدونید که من مدیریت بحران خوندم، با جناقم هم شاهده. بله. فکر کردم گفتم یه ه و الف میذاریم تای با جناق میشه با جناقا، هم ایشون به چشم میاد هم من، یه قائلم به خوبی و خوشی ختم میشه. Ben de
خبره؟ دفتر اوشی چه خبره؟ بابا نمیذاره تابلو رو بزنی. آقا تابلوهای مشاقو بکنی بزنی پشت منت برات توضیح میدم. قضیه فعلا کاملا یکون. بروز. یه سیگه یه اتفاق افتاده. مدیریتش کن. اوشی مدیریتش کن. ببر تابلو رو ببر. الو عزیزم. بعد تو جلسه هستم. بابا او عکسا مربوط به من نمیشه. منو هک کرده. بعد تماس میگیرم باهات. خدافظ. فیروز دقیقا چی شد؟ ها؟ چه اتفاقی افتاد؟ که میخوای ببینی دقیقا چی شد؟ که میخوای ببینی چه اتفاقی افتاد؟ آفرین. یعنی میخوای بگی اون یه مسقال عقلی هم که من فکر میکردم تو کلت نیست؟ توهمه؟ نه من به یه نتایجی رسیدم. میخواستم ببینم به همون چیزی که دقیقا من سر خودم رفتم سمتش، تو هم به همون سمت سر خوردی. بفهم ببینم شما کدوم سمت سر خوردین رفتین. که این باجن آقا که به تیپ اتاق هم زده بودن با هم آشتی کردن. ما هم نه بابا خسته نباشین. خود تنهایی به این نتیجه رسیدی؟ ببینم مگه تو نگفتی دیشب باجنا کوچیکر دیدی؟ بابا دیشب من همینجا اومدم در بسته بود، سمت من صدا کرد گفت بالاخره اینجا میان یا نه؟ حتما خواب دیدی. خواب کدومه؟ من دیروز اومدم اینجا ببینم اگر شامپوی شوینده ای چیزی کم و کسر است بگیرم که امروز لنگ نمونیم. سمت من صدا کرد گفت آقا بالاخره اینجا میان یا نه؟ منم گفتم به علوه که میایم. من چه میدونستم دیپلماسی جواب میده اینا با گفتگو مسئله شون حل میکنن خیلی ظریف. آخه اینا یه جوری زده بودن به تیپ و تاپ هم. یه جوری اینجا تعطیل بود. من گفتم پنج به علاوه یکم نمیتونه اینا رو با هم آشتی بده. ولی یه شبه دیپلماسی چرا افت این میگفت دست نکنین به جنبینا اون گوش نکردیم. ولی فیروز به قول خودت حتما یه حکمتی توش بوده دیگه که ما اونجوری بمونیم تو آمپاس اینا بزنن به تیپ و تاپ هم ما خوشحال بشیم بیایم اینجا اینجا دیپلماسی جواب بده دوباره ما بمونیم تو آمپاس. قضیه پل من واقعا اینو نفهمیدم. اون بره آب و این پل چی بود؟ نمیدونم بابا یه ضرب المثل بود. خیلی ضرب المثل. حالا هر کوفتی که بود. سوار شو بریم بابا ببینیم چه خاکی باید به سرمون بریزیم. ولی دمت گرم فیروز چیکار کردی؟ چیو؟ سخنرانی رو میگم ببین چی ببین چی مرسی یه همونی که گوشی رو کردی تو چشم پاکش کن و این فردا بلوتوس میشه میفته دست عالم و آدم دیگه آبرو واسمون نمیمونه. چه بهتر اینطوری شاید کاندید بشی برای ریاست قالیشویان مقیم مرکز. مگه تو سازمان ملل سخنرانی کردم آقا پاکش کن اینو. آقا گیری پولی میگه چقدر قشنگ داری صحبت میکنی آقا. من فقط ببخشید فقط یه جمله من کوتاه بگم شاهد میکنم چشو نگاه کن ببین چقدر نافرمانه. ضمن تشکر از آقا صمد و پرسنل اینو به نصیحت نشون بده بعد پاکش کن. اینجا رو نگاه کن درسته که بنده اینجا رو به نام قالیشوی مشتاق اجاره میکنم اما هیچ وقت اجازه نمیدم که یادو نام اینو به عفت و عفوزم نشون بده بعد پاکش کن. اصلا به هر کی خواستی نشون بده ولی بعد پاکش کن. تو پاکم نکردی نکرد چه مهم پس یه دیگه چیه؟ دیروز حالا چیکار کنیم تکلیف چیه؟ همین دیگه هر وقت چار چنگولی میمونین فیروز چیکار کنیم تکلیف چیه؟ آقا چیکار کنیم تکلیف چیه؟ چی بگم؟ اگه نگم دلم میسوزه. اگه بگم پل میمونه اون ور آب. مرسی. اون ور آب بله. هرچند گرفتی؟ تا حدودی. هضمش کردی؟ شاید. عمق مطلب رو دریافت کردی؟ اولی مطلب رو فکر کنم. خیلی خوب. حالا همونی که تا حدودی رو فکر کردی برو بس بقیه توضیح بده. باشه. بیا سوار شو. آقا شما گفتی تحریبا برداشته این دلارایی برای آقا لستت میده. عزیز من دلارای تو به من چه ربطی داره؟ شما گفتی داخل بعد شما دیگه برای کاری که میتونم برات بکنم اینه که امروزم با حقوق برات حساب کنم. به بچه‌هام بگو. با امروز میشه چند روز؟ 4 روز آقا. 4 روز. بفرمون بله باز جای شکرش واقعیه ولی بعد میگیرم
اون ورا پول پول چی شد اون شهر؟ بیا بریم دیگه. بیا سوار شو بعد از دیگه جوش نزن ورو جک همه چه برداشتی چیزی جالب بوده. برو آقا. چیه؟ وی وردی رشید جلو بشینه برم جاشم؟ میخوای برم عقب ولی الانم جا میشی با همشین لازم نکرده دیر شده با ما مراقب باش بیا بالا زود باشید میدم ببین چیزی جالب بودا. چی میشه آخر عاقبت ما چی میشه داداش؟ بابا مشکل جوونای ما الان اوضاع توه. نگرانی چیه؟ آقا شب عید اگه این کار اوکی شد اوکی شد. چه دیگه میخواد؟ آقا نشاط تحریما رو برداشتن. منصور آقا منصور کیه؟ منصور دیگه منصور همین که 5 سال پیش با نصرت با هم بودن. آه همین که کار میکردن. کارشو نمیدونم با هم رفته بودن بم. آه رفته بودن بم که آره. خورما بیارن با ماشین با وانت بودن که تو جاده که میومدن آه بعد چپ کردن بعد خدا روشو یه قطع خونم از دماغ داداشم نایمن. آره ولی بنده خدا خیلی خون ازش رفت اینجا بریز که بعد نصرت بهش خون داد. ای راست میگی؟ اینقدر پیشرفت کرده؟ خدا شانس بده. الان تو هولدینگه. هولدینگ چیه؟ همین ساختمونه که آه هولدینگ هولدینگ دیگه. آره اونجاست. فیروزه نه تو دولا نشو. ممنون. الو فیروز. الو سلام فر تو چرا برداشتی؟ من گوشی افروز رو گرفتم. آره افروز پیش منه دستش بند بود من برداشتم گوشیو. نه دیگه داریم پادری میشوریم. همون پادری که صبح شما گربه شورش کردی رفتی. گفتم حالا که خیس خورده بشورینش. نه دیگه. نه حالا خوب. میبینم به سلامتی شروع کردین. آره خدا شکر میام همینچی توضیح میدم. گوشی بده افروز. گوشی با تو کار داره. الو داداش سلام. ببین میخواستم برم پیش نصرت برای عرض تشکر و قدردانی. نه بابا آره. تشکر نه با چی نمیشه دستگول مشتی براش ببری. گل میخوان بخرن نصرت نمیخواد. بس بخرش تو آدرس محل کارش داری دیگه. آدرس هولدینگ و هولدینگ همین دستم بند داره بعدم پیامک میکنم. بفهم واه چه خفنه. ایوله ایوله الحق که هم خون خودم این دیگه خون من تو رگات منظور جون بهت افتخار میکنم. سلام علیکم من به همه دوستان گفتم که چه لطف بزرگی در حق من کردی. قربونت برم من چه لطفی. چرا هر جا میشینی همچین حرفی میزنی بابا؟ دو قطره خون که دیگه نرف رو نداره منظور جون. حالا تو بگیر اصلا وای منفی. میگم نصرت جان حیف که من بیهوش بودم تو اتاق عمل و متوجه این لطف بزرگت نشد. چه لطفی قربونت برم من سلام. آقا اینو میبینی؟ این چیه؟ نه این چیه؟ یه دسته ردشو بزن کل خونشو بکش بیرون بریز تو خودت. نامردش هرکی نده نامردش. چه منصور جان چرا اینجوری نگاه میکنی عزیزم؟ به حرفت شک ندارم. ممنونم. الو قالیچی پژوار. آقا سلام عرض شد. ما یه چند تخته فرش داشتیم واسه شستن. چند تا که خب زیاده. یعنی میدونی چیه داداش من؟ ما همکار خودتون هستیم. خواستم ببینم میتونین چجوریه؟ مثلا متر چند حساب میکنیم؟ آره همین. خواستم ببینم چجوریه؟ میشه کار ما رو یه ذره زودتر راه بندازیم؟ بله ما قالیشویریم ولی قالیشویی نداریم فعلا. آه نمیشه. خب پس چی؟ نه دیگه اگه سر تو شلوغه هیچی. ما آخه وضعیتمون یه خورده فرفرجه هست. ویروس فورس ماژور. فورس ماژور. چی؟ فورس ماژور. فرفرجه اون تخت خوابا و اون صندلی های آهنی پیچ پیچی. تو بابا را تو برو. ببین برادر من ما تو آمپاسیم. میخواستم ببینم میشه کار ما رو زودتر راه بندازی یه درصدی هم گیر ما بیاد. نمیشه.
عزت زیاد. فقط همینو بلدی بشینی اینجا ببینی من کی گاف میدم مچمو بگیری. آره دیروز باید را تو برو من سو جونی خونمونو ولش کن قربونت برم. منم مثل خودت فنیم، باور کن آنچه پرانسم بده در هر کار فنی میکنم. اصلا من اون موقع که دنیا اومدم مادرم به من گفت پرستاری تو رو گرفته بود بغلش، میگفت قربونت برم من خدا چه بلده. سلام قربان. سلام قربان. سلام. اینی که من الان باید چی کار بکنم؟ یعنی اتاقم کجاست؟ با کیا سر کار دارم؟ چی کار باید بکنم؟ من سوم که شما به عنوان مدیر فنی هولدینگ اتاقت کل مجموعه است. کل مجموعه؟ یعنی مسئولیت کل مجموعه رو داری. الان من منتظر عمو جان هستم. عمو جان؟ عمو جان؟ عمو جان بگو، تکرار کن. عمو جان مدیر کله؟ مدیر کله؟ هولدینگ؟ هولدینگ فراتوسعه؟ فراتوسعه؟ بگو بقیه شو. نوین. نوین دم عید سرمون شلوغه با این آلودگی هوا و ترافیک. خب بله آلودگی هوا اصلا هیچ ربطی نداره، ولی ترافیک چی؟ چشم ببین به زرس قاطع که نمیتونم بگم کی، ولی تو همین یکی دو روزه تلاشم رو میکنم سعی میکنم. چشم خدا نگه. ببین اون چی میگه؟ معلومه دیگه، میخواد بگه چرا انقدر آروم میری. آقا جان پمپ خرابه، ماشین ریپ میزنه. صدا تو خوب نمیاد. ریپ میزنه. آقا چی اون شیشه رو بده پایین. پمپ ماشین خرابه. آره آقا میگه پمپش خرابه ریپ میزنه. شما میگم یواش برو دیگه، چه خبرته؟ کجا میری؟ تو چیکار به این کارا داری؟ دنبال ما گاز بده بیا دیگه. اونی که ته کردی مال نیم ساعت بود نه یه ساعت. هول نکن بابا، هول نکن، پول تو میدم نگران نباش، حساب کتابش تا قرون آخر دستمه. تو گاز بده دنبالمون بیا. آخ نصرت بستم بهت برسه پوستتون این کنم میدم باش کیف و کفش درست کنه. دیروز نصرت ما رو تو این اچل انداخته، این بنده خدا برای چی دنبال ما بیاد؟ من فرشا رو باید چیکار کنم؟ باید بیاد دیگه. من به این فیروز چی بگم؟ پادری رو کرده توی سینک ظرفشویی، هی دبشور. یعنی ما داریم قالی میشوریم، سرمون خیلی شلوغه. آخه الهی بمیرم. خب نمیخواد مشتری‌ها بفهمن قالی شوری تعطیل شده دیگه. همه تو هم هی هوای داداشو تو داشته باشا. البته تو نداشته باشی، کی داشته باشه؟ حالا نیست خودت هوای داداش نصرتتو نداری. الهی قربونش برم. دیدی بهت گفتم؟ دیدی حرفم درست در اومد؟ بهت گفتم داداشم سر هر کاری نمیره تا یه کاری رو پیدا بکنه که در شأن خانواده سوزنچیان باشه. باید میدیدی امروز چه جوری رفته سر کار. شلوار تنگ مال شبرد. میرن اوتو کرده و کفش بازی زده و میکنم همینجوری از طبقه 17 برگرده خونه. طبقه 17 کجا؟ هولدینگ دیگه، 17 طبقه است. گفتم دیگه با بالا بالایی هم میپره دیگه، داداشمه دیگه. حالا برای همین اومدم که ببینم قسطای عقب مونده واممون چقدره، حساب کتاب کنیم که آخر ماه از حقوقش کم کنم. چرا دیگه؟ نمیخواد، نمیخواد تو هم. حالا اولین حقوقش رو برده واسه خودت و اون تو دلیت که الهی عمه فداش بشه. بیروز هم گفتی دیگه؟ آره گفتم، داداش فیروز هم گفتم، خدایش نصرت هم تا گفتم نصرت نه. گفت حتما. نه فیروز رو اشتباه کردی گفتی. چه؟ امکان نداره فیروزی رو بار بره. چرا؟ کارش خوب باشه داداش فیروز قبول میکنه. نه. داداش فیروز رو که میشناسی که دلش قد گنجیشکه. داداشم خیلی آدم قدرشناسیه. دیدی هنوز هیچی نشده میخواد از نصرت تشکر کنه. بیا کمک کن اینو بگیریم، جمعش کنیم، پنش کنیم اینجا. آفا چه شما روشن، چه شما روشن. میبینم که کوزه گرد داره تو کوزه شکست ها میخوره. آبجی شما که جدن در جدگار رو شوری داری اینجا چرا؟ ها؟ وا اردشیر خان شما اینو به چشم قالی میبینی؟ یه پادری نیم متری ها. بعدش هم بله نسبت، بله نسبت، مگه خولیم فرش تو بالکن بشوریم؟ اونم ما پیش بیاد، البته تا این حدش مجازه، مجاز. با اجازه. آقای مهندس یه لحظه تشریف بیارین. جانم عزیز یه حسی به این میگه شما با آقای منصور خوشقدم خیلی صمیمی هستین. تو
حرستون کاملا درست میگه. نمیدونم در جریان هستین یا نه، ولی ایشون دست راست تعمجان هستن. بله بله در جریان هستم. خدا رو چی دیدی شاید قسمت چون منم دست چپ عموجان شدم. آره همین الان منصور خان جلسه داشتم با عموجان مبسوط. اینی که رفتم به جلسه شون برسن یه 10 دقیقه فکر کنم طول بکشه. خب میدونی چیه؟ من منصور خان خیلی به هم دیگه نزدیکیم. من خونم تو رگاش در جریانه. من منصور خان مثل دوتا برادری موقع. مثل دوتا برادر؟ آره تکرار کن مثل چی؟ ببخشید تلفن زنگ میخوره. بفرمایین. کی؟ آقای مهندس حسن لبافی. چشم چشم چشم. آقای مهندس حسن لبافی به بخش خدمات. آقای مهندس حسن لبافی به بخش خدمات. آقای مهندس حسن لبافی به بخش خدمات. خسته نباشی، خسته نباشی. مرسی، ممنونم. کارتون زیاده اینجا، میدونم، لطف میفرمایی لطفاً این آقای مهندس نصرت سوزنچیان رو صداش بزنید به اطلاعات لطفاً. آقای نصرت سوزنچیان. آقای مهندس نصرت آقای مهندس نصرت سوزنچیان. آقای مهندس نصرت سوزنچیان به بخش اطلاعات. آقای مهندس نصرت سوزنچیان به بخش اطلاعات. تا موقعی که نیومدن لطف کنید همینطور پیچ کنید. متشکرم. خیلی ممنونم. آقای مهندس نصرت سوزنچیان به بخش اطلاعات. آقای مهندس نصرت سوزنچیان به بخش اطلاعات. یه بم واسده زاخسی های ما رو چوب میزنه. مبادا خدای نکرده فرش بشوره. آره. موبایلت برونه. کیه؟ بس ببینم کیه. وای نصرته. وای ببین چی میگه. الو نصرت چی شد؟ خوش خبر باشی بگو. خدا رو شکر. خب چی میگه؟ خدا رو شکر. فقط خوش دارم وقتی حرفی رو که بهت میزنم نه یاری، حرف منه. اینو با اون خانداده شدم بگو. یادت با من کل انداخته بود که اگه من برم سر کار سیبیلاشو میزنه حالا باید بزنه. میشنوی افروز از صبح طالب اندازه 10 نفر دارم کار میکنم. حتی که دستشویم نتونستم برم. میگه دستشویی نمیتونه بره. هلوی خواهرش بمیره. صداش میکنم سرش موقع. الان هی دارم صدا. یکی داره صدا. چیکی صدای صد گفت؟ آقای مهندس نصرت سوزنچیان به بخش اطلاع. ما بلا ها میپره دیگه. من خواب میبینم. خرشی بداش میگو. الو نصرت سلام فتح. بابا چی میگی؟ این زن زغمرگ شد. چی میگی؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. شکر چی میگه؟ بابا یه خورده به فکر این زن تو دلیش باش. هیجان زیاد براشو خوب نیست. آره فیروزم خوبه. بالاخره با بهروز این فرشا رو بردن بشورن دیگه. تو رو صدا میزنن؟ تو نبود چی نبود دارم میگن؟ چی میگن؟ مهندس سوزنچیان الهی خواهرت بمیره. ببینی آبجی به شوهرت باید بگی از خیر سیبیلاش بگذره. نه به من چه؟ خودش گفته بود که من اگه تو هولدینگ کارم بگیره سیبیلاشو میزنه. گفته بود یا نگفته بود؟ خیلی آنجی ببین دارن صدا میکنن. میبینی گوش میدیم دارن صدا میکنن. قربونت برم من. نه بابا من هی میدم این بر هی اون بر هی این بر من کلی کار ریخت بذارم. قربونت برم. آره خیالت راحت باشه. نه حواسم هست. باشه قربونت. ببین دارن صدا میکنی. آره باید برم. باشه آنجی قربونت برم. فعلا خدافظ. فیروز این پمپه داره کار دست امیدا. من فکر کنم این قبرستونی که نصرت توش کار میکنه همین دور و بر باشه. بزن کنار یه نگاهی هم به ماشین بکن. بزن بغل. آقای نصرت سوزنچیان به بخش مدیریت. عزیزم من خسته نباش قربونت برم. بهت گفتم که دیگه لازم نیست پیجش کنی. ببخشید از دفتر عموجان تماس گرفتم. گفتن آقای نصرت سوزنچیان تشریف ببرن بالا. از دفتر عموجون؟ عموجان. بله عموجان. حالا چیکار کنیم این نصرت سوزنچیان؟ ببخشید این همکارتون عجب آدم لاقید و بی‌موالاتیه.
آخه یه همچین جایی، یه همچین جلسه، این همه تأخیر. بله 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 بله، حق با شماست، حق با شماست. پس پیشنهاد میشه که اگه اجازه بدید من جای نصرت سوزنچیان برم بالا تا کار... نه آقا نمیشه. باشه، من کار چلوسایی باید بینم، قربونی برم من. فقط چیزه، میبینی؟ همین امروز صبح کت من و نصرت سوزنچیان با هم دیگه عوض شد. کیف و کارت شناسایی نصرت سوزنچیان الان پیش منه. آقا نمیشه. من تقدیمتون میکنم. آقا کارت شناسایی خودتون. من زیمم بذار باشه. آقا نمیشه. جلسه هست مهم. آقا نمیشه. داره چی؟ من همین الان به این نتیجه رسیدم که اصلا چرا من باید جای نصرت سوزنچیان برم؟ تموم بهتر که خودش بره. به شما هم تبریک میگم به خاطر حس یعنی وظیفه وظیفتون که خیلی خوب دارید انجامش میدید و اینکه من حتما این حس وظیفه شناسیدون رو منتقل میکنم به هیئت مدیره که براتون جایزه و تشویقی در نظر بگیرن. معید باشید، موفق باشین، فعلا خدا نگهدارتون. ای وای، ای وای. اصلا همون بهتر که ما هم بیدارم نبینیم، همون بهتر که قطع رابطه کنیم، تو بری سی خودت، منم برم سی خودم. آره؟ آره؟ کارتم رامه. آقا من معذرت میخوام، همه 35 من توش پول داره، واسه من کارت کارت میکنه. الو داداش الو داداش الو قد کرد، قد کرده یا قد شده؟ شلوار نوسته دقیقه پشت وانت چی کار میکنه؟ فیروز، این دفعه شمشه رو از رو بسته، دارم برات فیروز. آقا دندان تو بس یه بار است، برو ما شیبان بکش تو بکن بره دیگه بره. آره؟ 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 رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده.